وقتی کلمه شوالیه رو میشنویم، معمولاً اولین چیزی که به ذهن آدم خطور میکنه فیلم‌های اروپایی و شوالیه‌های فرانسوی و انگلیسیه. اما یا میدونستین که اولین شوالیه‌ها ایرانی بودن؟ ارتش ایرانیان از اوایل قرن ششم قبل از میلاد در نبردهاش از شوالیه‌ها استفاده میکرد. به اونها کاتافراک گفته میشد که به مدت 1200 سال از دوران باستان تا قرون وسطا در سواره نظام بودند. سواره نظام‌هایی با اسلحه سنگین که وظیفه اصلیشون در هم شکستن پیاده نظام دشمن و از بین بردن آرایش سواره نظام سبک بود. گاهی هم به عنوان نیروی تهاجمی مورد استفاده قرار می‌گرفتند. کلمه کاتافراکت از دو بخش یعنی کاتا به معنای سر و سر و فراکت به معنای پوشیده تشکیل شده که در کل به معنای زره پوش هست. تا قبل از دوره کوروش کبیر کاتافراکت ها سواره نبودن، اما اون بود که علاوه بر 80% پیاده نظام در ارتشش 20% شوالیه های سواره نظام وارد سپاهش کرد. سواره نظامی با سلاح سنگین و زرهی از چرم زخیم. بعد از شکست خشایارشاه از یونان، ایرانی ها متوجه شدند که باید تحولی در ارتششون وارد کنند. اردشیر سوم هخامنشی ارتش رو به سمت سنگین اسلحه شدن سوق داد. کاتافراکت ها در این دوران از اشراف ایرانی تشکیل می شدند و به عنوان نیروی ویژه عمل می کردند. اونها نه تنها خودشون کاملا با زره پوشیده شده بودند، بلکه اسبهاشون هم زره داشتند. در دوران اشکانی‌ها، کاتافراکت‌ها زره‌های فلزی داشتند و از نیزه‌های مشهور کنتوز استفاده می‌کردند. شیوه اونها برای غلبه بر دشمن این بود که ابتدا کماندارها با شلیک حجم زیادی تیر زره‌های دشمن رو تکه تکه می‌کردند و بعد سواره نظام وارد می‌شد. کاتافراکت‌ها پیروزی‌های زیادی برای اشکانی‌ها به ارمغان آوردند. تا جایی که توجه کراسوس ثروتمندترین فرد روم رو جلب کرد که به اشکانی ها حمله کنه. اما ارتش ایران به فرماندهی سورنا با اونها مقابله کرد و شکستشون داد. در این دوره کاتافراکت ها کاملا زره پوش بودن. کلاه خود های پولادین داشتن و به اونها شوالیه یا شهسوار می گفتن. این نبرد یکی از سنگین ترین شکست های روم بود. در دوران ساسانیان، کاتافراکت ها توسعه و پیشرفت پیدا کردند. اونا حتی از کاتافراکت های فیل سوار هم استفاده کردند که اونها رو تبدیل به سکوهای آتش متحرک می کرد. 3 یا 4 نفر سوار هر فیل می شدند که شامل فیلبان، پرتاب کننده نیزه و کماندار بودند. کاتافراکت های ایرانی تأثیر زیادی روی اروپایی ها داشتند و این باعث شد که اونها هم شوالیه های خودشون رو بسازند. سواره نظام هایی معروف به شوالیه یا شهریار که مبناشون افتخار، غرور و مهارت جنگی بالا بود. ریشه این شوالیه ها همون کاتافراکت های ایرانی بود و در تاکتیک و طراحیشون چندان تغییری داده نشده بود. بله، ایرانی ها در زمینه های زیادی جزء اولین ها بودن و تأثیر خودشون رو روی سایر کشورها یا ملت ها گذاشتن. باز هم در هفته های بعد با هم میبینیم که اولین های ایران چی بوده؟